دوستان عزیز، با هم زندگی برادرمون حمید رو دیدیم که در زندگیشون چقدر مسائل مختلفی وجود داشت. آیا واقعا ممکنه که انسانی که میخواد که دل خدا رو شاد کنه این همه به خودش سختی بده؟ آیا واقعا شما فکر میکنید که اراده و نقشه خدا این باشه که انسان در سختی و زحمت و ریاضت باشه؟ یا خدایی که خودش خالق تمام زیبایی هاست، خدایی که وقتی نگاه میکنیم به صنعت دست او، به جنگل ها، به دریاها، به زیبایی هایی که خدا ساخته، چطور میتونه که انسان رو این همه محدود بکنه و انسان رو از در واقع چیزهایی که خود خداوند ساخته محروم بسازه؟ من فکر نمی کنم که اراده خدا اینطور باشه که انسان این همه رنج بکشه برای اینکه به خدا نزدیک بشه. خدایی که خودش خالق تمام زیبایی هاست، در رابطه با او بودن هم یک زیبایی خاص خودشو داره. مسلما خدا از گناه خوشحال نمیشه، مسلما خدا از ناعدالتی خوشحال نمیشه، مسلما خدا از اونچه که برخلاف طبیعت خودش هستش، که برخلاف قدوسیت خداست، برخلاف راستی و حقیقت خداست، خوشحال نخواهد شد. و به خاطر همینه که بعضی از مردم از مذهب فراری هستن، چون فکر میکنن که باید خودشونو محروم بکنن از مهمونی ها، باید خودشونو محروم بکنن از بعضی از خوشی ها. ولی اینطور نیست عزیزان. ما همونطور که توی زندگی برادرمون حمید دیدیم، حمید که این همه خودش رو از همون دوران کودکی، از تولدهایی که توی در واقع دوستاشون جشن تولد داشتن خودش رو محروم کرد، از مهمونی ها، از رفتن به عروسی و خیلی خیلی از این مسائل خودش رو محروم میکرد در اینکه میخواست به خدا نزدیک بشه. ولی حقیقتاً این درست نیست. اگه کسی میخواد به خدا نزدیک بشه، کلام خدا خیلی زیبا و عالی میگه که خدا هستش که میخواد به انسان نزدیک بشه و خدا هست که در قلب انسان رو میکوبه و میخواد که وارد زندگی انسان بشه. بله، دقیقا همونطوری که شما فرمودید. ولی خب متاسفانه ما توی دنیای زندگی میکنیم که خیلی از افراد فکر میکنن خدا رو دارن خدمت میکنن و خدا رو دارن پرستش میکنن، ولی در واقع به مردم دیگه آزار اذیت میرسونن و مورد شکنجه اونها رو قرار میدن به اسم اینی که دارن خدا رو خدمت میکنن، ولی در واقع نمیدونن که قلب خدا رو چقدر محزون و ناراحت میکنن. و خیلی از افراد هستن اینقدر مذهبیان و اینقدر توی اون شریعت خودشون پابرجا هستن و خوش که در واقع میگن خوش که مذهبی هستن که دیگران قبول ندارن. اگه یه کسی حتی با یه قلب همونطور با یه قلب پر از اون آرامش خودش میخواد با خدای خودش راز و نیاز بکنه، به دیده تحقیر به اون نگاه میکنن و فکر میکنن که اون راه درستی نیست، حتما باید همون جوری باشه که اونا در نظر دارن، اون مذهبیون در نظر دارن. ولی عزیزان ببینید که کتاب مقدس در مورد اینجور افراد چه چیزی میگه. آیاتی رو از انجیل لوقا باب 18 میخوام بخونم. سپس برای کسانی که به پاکی و پرهیزگاری خود میبالیدند و سایر مردم را حقیر میشمردند این داستان را تعریف کرد. دو نفر به خانه خدا رفتند تا دعا کنند، یکی فریسی که همون مذهبی مغرور و خودپسندی بود و دیگری مأمور باج و خراج. فریسی خودپسند کنار ایستاد و با خود چنین دعا کرد: ای خدا، تو را شکر می‌کنم که من مانند سایر مردم، خصوصاً مانند این باجگیر گناهکار نیستم. نه دزدی می‌کنم، نه به کسی زور می‌کنم و نه مرتکب زنا می‌شوم. در هفته دو بار روزه می‌گیرم و از هر چه که به دست می‌آورم یک دهم را در راه تو می‌دهم. در واقع اون شخص مذهبی داره تعریف میکنه که چه کارهای شریعتشو به خوبی انجام میده و تمامشو به نیکوی انجام میده. اما آن باجگیر گناهکار در فاصله دور ایستاد و به هنگام دعا حتی جرأت نکرد از خجالت سر خود را بلند کند، بلکه با اندوه به سینه خود زده گفت: خدایا، بر من گناهکار رحم فرما. به شما میگویم که این مرد گناهکار بخشیده شد و به خانه رفت. اما آن فریسی، یعنی همون مذهبی خودپسند، از بخشش و رحمت خدا محروم ماند، زیرا هر که خود را بزرگ جلوه دهد پس خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سربلند خواهد گردید. آمین آمین. دقیقاً کلام خدا میگه که خداوند فروتنان را برمی افرازد. و عزیزان، در واقع دیدگاه ما و شناختی که ما از خدا داریم چقدر متاسفانه غلط بوده، چه چیزهای اشتباهی رو ما در مورد خدا یاد گرفتیم. خدایی که پر از عشق و محبت، خدایی که خالق تمام زیبایی ها، تمام نیکویی هاست، چطور میتونه که ما انسان ها رو اونقدر
دلمون رو، فکرمون رو در سیاهی و تاریکی فرو ببره. چطور میتونه که یک انسان با خدا زندگی کنه و این همه در او بدی باشه؟ حقیقتش اون خدا خدای واقعی نیست، ولی شکر میکنیم که کتاب مقدس خدای حقیقی رو به ما، خدای محبت، معرفی میکنه، خدایی که تمام گناه‌ها رو میپوشونه، خدایی که زندگی ما رو دگرگون میکنه و خدایی که به ما حیات جاودان میبخشه. خدا رو شکر، واقعا اگه به عیسی مسیح ایمان بیاریم، اون تمامی گناهان ما رو نه تنها برمی‌داره، بلکه کفاره گناهان ما رو پرداخت میکنه و ما فرزندان خدا خونده خواهیم شد. آمین. و کسی که با مسیح زندگی میکنه شبیه مسیح میشه، مردم به سمت او جذب میشن، نه اینکه مردم فراری بشن. بله، واقعا خدا شکر به خاطر کار عظیم خداوندمون عیسی مسیح بر روی صلیب که برای ما انجام داد، که کفاره گناهان ما رو برداشت، که وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان بیاریم نجات پیدا میکنیم. چقدر عالیه که ما با همچین خداوندی روبرو هستیم. ولی خب متاسفانه خیلی از ما ایرانی ها از همون دوران بچگی به ما گفتن که خدا یه کسی که توی آسمون ها نشسته، اون بالا بالا هاست، دست ما بهش نمیرسه و مدام در پی اینه که کارهای ما رو سبک و سنگین بکنه، ببینه ثواب ما چقدره، گناه ما چقدره و ما رو داوری بکنه. ولی از آن خدا شکر میکنم که در مسیحیت ما با همچین خدایی روبرو نیستیم، بلکه با خداوند روبرو هستیم که پر از محبته و پسر خودشو برای ما داده که بر صلیب بره که ما نجات پیدا بکنیم. چقدر عالی و نیکوه واقعا خداوند ما. آمین. خدا رو شکر واقعا برای خداوند زنده، خدایی که پر از عشق و محبته. خب عزیزان، ما الان فرصتی هستش که شما اگه بخواید میتونید با ما تماس بگیرید. تلفن ما همینطور که مشاهده میفرمایید پایین برنامه 2044-1483-410-933 میتونید با ما تماس بگیرید، با شما دعا خواهیم کرد. و الان وقتیه که ما با دیگر عزیزان مصاحبه‌ای داشتیم که سوالاتی که برای این عزیزان مطرح شده جواب‌هاشون رو خواهیم شنید و بعد از اون در خدمت شما خواهیم بود. با ما همراه باشید. فکر میکنم اونایی که خیلی خیلی دیگه غرق هستن تو مذهب خودشون، نشد گرفته از اینه که خب نمیشناسن که دقیقاً به چی پایبند هستن و به چی اعتقاد دارن، فقط بر حسب یه الگوی یا بر حسب اینکه عادتی در وجودشون پیش اومده اینو هی ادامه میدن و فکر میکنن با این ادامه دادنشون اون خداوندی که مد نظرشون قبول دارن. خب آدمایی که خیلی مذهبیان، اولین چیزی که به ذهن آدم میاد اینه که خیلی توی چهارچوب خودشونو گذاشتن، یکم سختن، اون انعطاف پذیرشون کمه، ولی خب هستن آدمای خیلی مذهبی که نه، به خدا خیلی معتقدن، خیلی پایبندن و اون رشد روحی و ایمانیشونو نمیذارن که جلوش گرفته بشه با اعتقادات خودشون. ما میتونیم با الگوهای رفتاریمون، با اون چیزی که خودمون از خداوند چشیدیم و اون طعم شیرینی که تو زندگیمون اومده از طرف خداوند، میتونیم اونا رو، دوستار و آشنایی که خب باهاشون دسترسی داریم و میدونیم تو مذهب خودشون غرق شدن و اصلا دست پاهایی میزنن که اصلا به خداوند حقیقی نمیرسن، بهشون نشون بدیم با ارتباطاتمون، با اینکه بگیم خداوند حقیقی اونی هستش که واقعا اومده منو از پایین بلند کرده، برده بالا و عوضم کرده. محبت رو فراموش نکنن، چون خیلی اوقات شریعت باعث میشه که آدم محبت کردن رو فراموش بکنه، پس اینو فراموش نکنه. اگه ما بتونیم به مردم زندگی مسیحی درست رو یاد بدیم، کمکشون میکنیم که بفهمن که زندگی مسیحی یعنی این که هر لحظه با مسیح بودن، به جای این که نگه داشتن شریعت و قوانین، به جای این که فقط چیزهای ظاهری رو حفظ بکنن، بتونن که زندگی مسیح یعنی رابطه با خدا. چیزی که من ایمان آوردیم بهش اینه که مذهب نیست، یه رابطه دو طرفه بین خداست. ما اگر بتونیم که به اونها متوجه کنیم که مذهب نمیتونه که راه حل زندگی ما باشه و خدا فقط خودش میتونه که در زندگی عمل کنه. همیشه خوشحاله خداوند، همیشه دوست داره که بندهش خوشحال ببینه.
و اگر ما خوشحال باشیم خداوند ما خوشحاله. من واقعا به این مسئله ایمان دارم. من فکر میکنم که خدا خوشحاله وقتی ما خوشحالیم، چون ما فرزندان خدا هستیم، پس هر پدری از خوشی فرزندش خوشحاله. خدا همیشه خوشحال نیست وقتی ما خوشحال هستیم، به خاطر اینکه شاید موقعی هست که ما در گناه خوشحال هستیم، ولی خب خدا راضی نیست.